روز پنجم ماه مبارک رمضان در جوار حرم کریم اهل بیت سلام الله علیها آیات جزء پنجم قرآن کریم به لطف و مدد خداوند متعال خوانده می شود پنج درس معرفتی که دیدگاه ما رو مطابق با قرآن میکنه ان شاء برگرفته از آیات جزء پنجم تقدیم می شود نکته اول پیرامون ازدواج هست که قرآن کریم در آیات سوره نساء مطالب فراوانی درباره ازدواج بیان کرده و فلسفه احکام ازدواج بیان شده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم در آیه 26 سوره نسا خداوند متعال بعد از اینکه احکامی رو درباره ازدواج بیان میکنه میفرماد فلسفه این احکامی که بیان شد این است که خدا میخواهد حقیقت رو برای شما بیان کند خدا میخواهد نظر لطفش را شامل حال شما کند و در آیه بعد میفرماد کسانی که پیرو شهوات هستند به دنبال این هستند که زندگی شما رو به انحراف بکشانند ازدواج یک کانون مقدس و یک بنیان بسیار معنوی است که قرآن کریم و روایات ما نسبت به این مسئله تذکرات فراوانی رو بیان کردند پیغمبر گرامی اسلام فرمود اگر کسی ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده است باید مراقب باقی مانده دین خود باشد در روایت دیگر رسول گرامی اسلام فرمود اگر کسی میخواهد خدا را با تهارت ملاقات کند باید ازدواج کند قبل از آن که از دنیا برود ازدواج شرایطی دارد و انحرافاتی متاسفانه در سیل بنیانکن تهاجم فرهنگی در ازدواج ها ایجاد شده من به چند مورد که برگرفته از روایات هست و در فرمایشات بزرگان مخصوصا مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته اشاره میکنم اولین اونها مهریه سنگین دوم جهیزیه سنگین سوم تجملات زیاد چهارم اصراف در مجالس عقد و عروسی پنجم خرید کردن از مکانهایی که معروف به گرانی هستند ششم هتلها و های پرخرج هفتم تج تشریفات و لباس عروس گران قیمت هشتم به رخ کشیدن ثروتها اینها انحرافاتی است که متاسفانه این کانون مقدس ازدواج رو که در سیره و سنت بزرگان ما به آسانی انجام می گرفته تبدیل به یک کار سخت و طاقت فرسا کرده مقام معظم رهبری فرمودند به همه مردم در سراسر کشور توصیه می کنم ازدواج ها را آسان کنند محریه های گران و جهیزیه های سنگین ازدواج را مشکل می کند خانواده پسرها توقع جهیزیه های سنگین نکنند خانواده دخترها برای چشم و همچشمی دیگران جهیزیه ها را و تشریفات را و مجالس عقد و عروسی را رنگین تر نکنند اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه میمانند کسی جرأت نمی کند به ازدواج نزدیک شود درس دوم و نکته دومی که از آیات جزء پنجم استفاده میشه این است که مرجعیت تاغوت نشانه بی ایمانی است ألم <عرض> تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت خدای متعال في آية شست سوره نساء می‌فرماید یه ادهی هستند که ایمانند اما واقعا ایمان ندارند اینا کسانی هستند که به جای اینکه به حکم خدا و رسول و به حکم اهل بیت تن بدن به دنبال حکم و قضاوت و قانون تاغوت هستند تاغوت چه کسی است؟ امیر علیه السلام فرمود کل حکم حکم به غیر قول نا اهل البیت فهوه تاغوت هر حاکمی که حکم او با حکم ما اهل بیت در تنافی باشد تاغوت است اگر کسی برای زندگی خودش به دنبال نسخه هایی باشد که این نسخه ها در تضاد با نسخه های اهل بیت علیه السلام هست این شخص پیرو تاغوت قلم داد می شود در نظام های سیاسی اقتصادی و فرهنگی هم همین طور هست اگر کسی در عصر غیبت که فرمایشات قرآن و اهل بیت علیه السلام توسط ولی فقیه عادل بیان می شود، فرمایش ولی فقیه عادل رو زیر پا بگذارد به دنبال نسخه های بیگانگان باشد این مصداق آیه شریفه است کسی که خطوط قرمز قرآن و اهل بیت که توسط ولی فقیه تبیین می شود رو زیر پا بگذارد بر اساس این آیه شریفه مصداق تاغوت و پیرو تاغوت هست و اما نکته سوم برتري مجاهدان بر قاعدان هست فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بر اساس آیه 95 سوره مبارکه نسا خدای متعال کسانی رو که اهل جهاد هستند از دیگران برتر و بالاتر دانسته است امام صادق علیه السلام فرمود سه گروه هستند که دعای آنها مستجاب است اول کسی که برای زیارت خانه خدا به سفر حج رفته است دوم مجاهدی که در راه رضای خدا در جبهه ها حضور پیدا کرده است و سوم بیماری که در بستر بیماری نهفته است فرمود مجاهدی که به جهاد رفته است ببینید نسبت به خانواده او و در غیاب او چه میکنید وظیفه ماست که در غیاب مجاهدان مخصوصا مدافعان حرم نسبت به خانواده آنها مراقبت ویژه ای داشته باشیم رهبر معظم انقلاب فرمود مسئله ارزش جهاد یکی از شاخص هاست ارزش مجاهدت از جمله چیزهایی بود که به وسیله عناصری زیر سوال رفت این یکی از شاخص هاست که باید برجسته شود احترام به جهاد و مجاهدان بایستی جزء بخش های برجسته جمهوری اسلامی قرار بگیرد جمهوری اسلامی به جهاد و شهادت شناخته می شود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در وصیت نامشون فرمودن نگذارید پیش شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند اکیدن به ملت عزیز ایران سفارش می‌کنم که هوشیار و مراقب باشید این فرمایشات برگرفته از آیات قرآن مخصوصاً آیه پنج سوره نساء است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما و اما درس چهارم نباید مؤمن خوش باور باشد به عمل کار برایت به سخندانی نیست لا ينسى ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا ان يجزه به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ايه 123 سوره نساء میفرماید اینطور نیست که بنشینید آرزو بکنید با آرزو کار درست نمیشود شما اگر گناهی انجام بدید، کار زشتی انجام بدید، هر که می خواهید باشید، از هر مذهب و مکتبی که می خواهید باشید، اگر کار زشتی انجام بدهید، قطعا مجازات می و جز خدا کسی یاور شما نخواهد بود. امیرالمؤمنین المؤمنین علیه السلام فرمود، لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر عمل، از کسانی نباش که آخرت را می ولی کاری برای آخرت خود نمی کند، سخن او سخن زاهدان است اما عمل او عمل کسانی است که حریص بر دنیا هستند امام رضا سلام الله علیه در شب اول ماه رمضان این گونه دعا کرد اللهم اجعلنا ممن نوا عمل خدایا مرا از کسانی قرار بده که تصمیم میگیرد و عمل میکند ولا تجعلنا ممن شقی فکسل ما را از کسانی قرار نده که بدبخت و تنبل و تنبل هستند ولا من من هو علا غیر عمل یتکل مرا از کسانی قرار نده که بدون اینکه عملی داشته باشد صرفا تکیه بر خداوند متعال می کند امام باقر سلام الله علیه هم در روایتی فرمود من کان لله مطیعا فهو لنا ولی ولی ما کسی است که مطیع خدا باشد و من کان لله عاصیا فهو لنا کسی که اسیان خدا در زندگی او تکرار شود دشمن ما اهل بیت است فرمود ما یونال و ولایتنا الا بالعمل و الورع ولایت ما جز با عمل و با ورع یعنی شدت پرهیزگاری به دست نمی آید و اما نکته پنجم و درس معرفتی آخر ویژگی های منافقین هست الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا در حدود شش آیه از آیات جزء پنجم به ویژگی های منافقین اختصاص داره خدای متعال چند ویژگی رو در این آیات پایانی جزء پنجم برای منافقان بیان کرده اولین اونها این است که منافقان به دنبال تسلط کفار بر مؤمنین هستند و خدا می فرماد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خدا هرگز اجازه نمیدهد که کفار بر سرنوشت مسلمان ها چه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و یا اجتماعی تسلط پیدا بکنند ویژگی دوم منافقان این است که اونها فرصت طلب هستند از هر فرصتی برای خودشون و به نفع خودشون بهره میگیرند الذین یتربصون بکم ویژگی سوم منافقان این است که نسبت به مسائل فرهنگی اهل ولنگاری و بی تفاوتی هستند قرآن درباره مؤمنین میفرماید که اقام الصلاه مؤمنین نماز را به پا میدارند اما درباره منافقین تعبیر اقامو نداره میفرماید اذا قامو ال الصلاه نماز را که به پا نمیدارند اگر هم نمازی به پا داشته شد از روی ریا از روی خودنمایی از روی تعارف برای اینکه زیر سوال نروند در مجالس عبادت و در مجالس ذکر شرکت میکنند معلوم میشود منافقین نسبت به پاداشتن فعالیت های فرهنگی سازنده در جامعه بی تفاوت هستند ویژگی دیگر محافظ کاری در اعلام مواضع قرآن میفرماید مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا نه به سراحت در مقابل کفار می ایستند و نه به سراحت از آنها دفاع می کنند که مردم تکلیف خودشون رو بدانند و کار رو یک سره بکنن یک حرکتی بینابین و ویژگی دیگر این است که یراعون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا به دنبال خودنمایی در بین مردم و ذکر خدا در زندگی آنها جایگاهی ندارد روایتی از رسول گرامی اسلام خاتم بخش عرائز امروز من باشد پیغمبر گرامی اسلام فرمود ارفعوا اصواتکم به علی فانها تذهب و به نفاق برای اینکه نفاق از میان شما رخت بر ببندد با صدای بلند بر من سلوات بفرستید